بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، اساتید بزرگوار و همه حضار و بینندگان عزیز. حنان خانوم بی مقدمه بگو که تو چجوری به اینجا رسیدی و یه حافظ درجه یک الان هستی، از چه سالی؟ شاید خیلی ها هنوز ندونن. بله، خب بنده از سن 4 سالگی به مدت 1 سال روحانی و روانخوانی قرآن رو یاد گرفتم. بعد از 5 سالگی در منزل با کمک پدر مادرم شروع به حفظ قرآن کردم و در مدت 2 سال یعنی 7 سالگی حافظ کل قرآن شدم. قبل از اینکه برم مدرسه الان خب روزی 1-2 جز مرور دارم. بعد خب درسای مدرسه رو دارم، درسای دانشگاه رو هم دارم دیگه. 16 سالگی شما دانشجویی؟ بله، من دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. ماشاءالله. حنان خانم کوتاه به من بگو که شوق قرآن خوندن رو کی در تو برانگیخت؟ مادر یا پدر؟ کی شروع کرد با تو؟ خب من چون خواهر و برادرم تو خونه زیاد قرآن میخوندن و به خاطر اینکه حافظ قرآن بودن دیگه منم تشویق شدم که حفظ قرآن رو شروع کنم. پس پیش از شما خواهر برادرها شروع کرده بودن؟ بله بله. چند تا خواهر برادری؟ 2 تا خواهر دارم، 1 برادر. اونا همه حافظ کل قرآنن؟ 2 تاشون حافظ کلن، یکیشون حافظ 10 جز به زبان عربی و فرانسه. ماشاءالله. این خانواده آقا بی ملاحظه بپرسین. بفرمایید اساتید. من آخر میدونم. من یه کلمه بپرسم. خب این کلمه که یه بار تکرار شده، یقطین. یقطین به معنای کدو هست. و انبتنا علیه شجره من یقطین، سوره صافات صفحه 451. الله 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 الله. سمت راست. یه سوال یه کلمه دیگه بپرسم. نردبون کجا اومده؟ چی؟ نردبون بالا. بله، سوره کلمش میشه سلم، سوره تور جزء 27 صفحه 525. آقا تسلیم. من مفهومی سوال بکنم، کدوم آیه است در قرآن که میگه شما ازدواج کنید خدا روزی میده؟ سوره نور صفحه 354 صفحه در سمت چپ اول صفحه. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم. نعم. آیه تموم نشده همین؟ آره، ماشاءالله. به مقصد نرسیده اون قسمتش. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم. وقتی این دوره جوان ها که میگن ازدواج کنید یه چجوری؟ یعنی این آیه رو انگار ندیدن و قبول ندارن. ببینید، ما صدقه باور داریم، صدقه چیز میکنن، صدقه رزق و زیاد میکنن. خب شما دارید یه چیز، یه پول دارید میدید ولی میگید داره همینی که من میدم رزق رو زیاد میکنه. خب ما اسباب غیبی اینجوری داریم. یکی از اسباب غیبی که رزق رو زیاد میکنه خود ازدواج کردن، خود فرزندآوریه. اما نکته ای که میخوام بگم، نکته در ابتدای این آیه است که میگه و انکح الایاما، بقیه رو مسئول میکنه که آقا خرج ازدواج و ازدواج کردن بقیه یکی از بهت آقا سفره نظری انداختن خوبه، کارهای خیر خوبه، ولی یکی از بهترین کارهای خیره که باعث این میشه که کارهای خیر دیگه اتفاق بیفته، باعث میشه مفاسد دیگه اتفاق نیفته، پول و هزینه انکح الایاما، یعنی به نکاح در بیارید، یا واسطه بشید، واسطه خیر بشید، یا تهیه جهیزیه بکنید. یکی از بهترین کارهای خیر تهیه جهیزیه و کارهای خیریه که برای ازدواج انجام میشه. خیلی ازتون ممنونم. خیلی ممنون. انا سحننا اسالك وردت او كلمه وردت مره واحده في القران الكريم بمعنى التوفيق، يعني هي توفيقي.
وما توفيقي الا بالله. نعم نعم نعم. حالا من سوال بپرسم. کجای قرآن این؟ کجای قرآن؟ هود. کجای سوره هود؟ جزء 12 صفحه 231. نعم احسنت. آخرین خط صفحه است. منتظر. سلام، خیلی ممنون، خیلی عالی بود. من سوال دارم، در قرآن چند تا حرف داریم؟ چند تا حرف؟ زیاده. 6236 تا آیه داریم. نه نه تا همینت میدونم. یک حرف بیشتر نداریم. و من الناس من يعبد الله على حرف. حرام عليك حرام. يا زين سؤال ابو داد يا زين شو كنت تفهم هذا يصعب عليها كثيرا. این که آدم یه چیزی رو مراد کنه بعد یه چیز دیگر رو بخواد، این یه ذره رندی میشه. کلمه تو خبر دوراب و محل باطل. خب باطل. بس اجازه بدید سوالای سری. میتونی سوالای سری بگید؟ بله. من یه تیکه از آیه بگم، اون صفحه شو با شما بگید. آره اصلا اون دو سه تا سوره ای که بلدی بپرس. یکیش همده. خب بسم الله، آماده اید؟ الجمهور الکریم آماده هستید؟ همه آمادن؟ شماره صفحه خیلی شوله، خیلی هم آروم. شماره صفحه رو میتونی بپرسی؟ میدونم میدونم. یه بار دیگه بپرس حسن، همه آمادن؟ آماده اید؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقط صفحه رو بگم؟ بله شما باش. خب صفحه 151. صفحه 151 سوره اعراف. نعم. جزء 8 صفحه. نعم. در سمت راست اول صفحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. ممتاز. بعدی. صفحه بعد. قال ما منعك. بعدی. قال ربنا ظلمنا. اللي بعد. يا بني آدم خذوا. نعم بعد. قال ادخلوا في أمم. بعد. ونادى أصحاب الجنة. نعم ما شاء الله. ولقد جئناهم. نعم ما شاء الله. نعم 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 نعم. رزوان درویش. حالا 10 صفحه بعدش. فقط ببینم این صفحه چند الان؟ 158. صفحه 168. خب. جزء 9 سوره اعراف. تو من پیدا کنم شما جواب بده. خب. اول صفحه. قال يا موسى اني اصطفيتك. 10 تا 10 تا برو جلو دیگه. 178. بله صفحه 178. سوره انفال. نعم. اول صفحه اذ تستغیثون ربكم. نه دوباره بگید صفحه 178. 8 78. بله درست گفتن. نه درست گفتی. درسته درسته. من پیدا نکردم. 188 جزء 10 سوره توبه اول صفحه. کیف یکون للمشرکین. ما جامون دیم صاحب کن. خب کجا رسیدیم؟ 188. 198. حالا میخوای 100 تا 100 تا برام جا. خب 100 تا 100 تا برو بالا. صفحه 288. بله تا پیدا کنم جواب میدی. جزء 15 سوره اسراء صفحه 188 اول صفحه. وما منعنا ان نرسل بالله. یا سلام. منم نرسیدم. انا منم نرسیدم. 388 بخونم. نه دند عقب. بیا 20 صفحه قبل. یعنی بشه چند؟ 20 صفحه قبل. صفحه 288. 20 صفحه قبل. بله. 268. بله 268 جزء 14 سوره فکر کنم درست نحل. بله اول صفحه. و تحمل اثقال الرسول. احسنت انت استاذ حسنين. امامك المصحف. امامك المصحف ولا تلاحق مثلها؟ اي والله المصحف امامك ولا تعلم. اسرع من الكمبيوتر ما شاء الله. طب انا اسال ممكن؟ تفضل. اريد ان اسال من راس الصفحه اليمين وتجيبينني في نهاية الصفحة التي على اليسار. زعب داري. يا أول صفحة سمت راس ميخونم تو انتهاي صفحة سمت شاب. بله. ببرس. وقال الذين أشركوا. صفحة ديفيس صفحة دو يك. ديفيس صفحة دو بعدين صفحة. ديفيس صفحة دو آية آخر صفحة. ثم إذا كشف. الله 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 الله. ما شاء الله. ممتاز. من فکر میکنم که تا ذوقی ترجمه کن برای استاد رضوان، تا ذوقی میاد عدد صفحه رو ترجمه کنه برای استاد رضوان، خونده سه تا سوال دیگه جواب خونده سوال رو جواب بده. حامد جان بسم الله. من سوال بپرسم؟ آره؟ حامد این فلان و زر در فلان و از اون کم کنه اینا. من به پیشنهاد من گوش میدین؟ آیه بپرسین، آیه بخونه حنان خان. بسم الله الرحمن الرحیم. والذی نزل من السماء ماء بقدر
فانشرنا به بلته میت سوره زخرف احسن سوره زخرف من اینجوری که حامد خوند خیلی سخت از ایو صیبتا بله سوره زخرف جزء بسایه بخونید اینو 25 صفحه 490 صفحه در سمت چپ اول صفحه وانزلنا من السماء ماء سوره زخرف سوره مکی قرآن احسن خب یک دو سایه تلاوت بفرمایید بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما شاء الله سوال پرسیدم تو سخت هم بود ولی ایشون به خوبی جواب دادن فرض هم این بود که یک نکته هم در مورد این آیه میخواستم به این آیه برسه و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آقای قاسم من اگه لطف کنن معمولا این آیه رو یک آیه سفر دیگه آیه سفر این آیه ایست که برای انسان مسافرت بکنه یعنی این آیه رو خوبه انسان بخونه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و بعد ولی این نکته هم داره توش که و انا الى ربنا لمنقلبون یعنی داره وقتی که سفر میکنه حواسش به یک سفر دیگه هم باشه تو اینجا من چند تا سوال سریع دارم حنان خانم بله من چند تا سوال سریع از شما میپرسم شما جواباتون فقط از قرآن باشه خب بله سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم کیف الاحوال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الله الله خب الان درسی که شما رسیدید این تمام یا باز هم میخواید بخونید وفوق كل ذي علم درسته وفوق كل ذي علم خب. عليم احسنتم پدر مادر شما یعنی خیلی زحمت کشیدن شما به این مرحله رسیدید به اونها چی میگید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله الله احسن خیلی کار سختیه حالا من سوال کنم بله شما کلاس چندمی وثامنهم كلبهم